نه چیز خاصی که ندیدم، یکی دوتا قرار کاری داشت، الان هم داره میره تو سازمان. من کاری ندارم کی پشت سر این بزنست، من تو رو میشناسم. خودت یه جوری میری باهاشون صحبت میکنی، میگی شکایتشون از این پرونده پس میدونی. خواهم فهمم مادرتون حتما باید بستری بشه. سفر به جزایر مالدیو رو اجبار بود، گرفتن اون سکه ها رو اجبار بود. اگه سکه ها بخوره تو سرتون من دیگه نیستم. به دردهایی هست که اگه به صد نفرم بگی باز چیزی از سنگینی بارش کم نمی کنی. سید واقعا داری نگران هم میکنی؟ قرار بود یه ساعت پیش بیان کار پیشون. سیمین جانم باید کنم صحبت راجب چی؟ من تصمیم گرفتم که اگه این کارو نتونیسی انجام بدی عکسا بریز دست زنت. اگه 3 سال پیش به اینو گفتن دختر پرستار میشه باور نمیکردم. چرا؟ آخه تو برخلاف دختر بچه های دیگه عروسک دوست نداشتی، ماشین دوست داشتی. واقعا؟ آره یادت نمیاد؟ نه اصلا. آره وقتی آزاد میپرسیدم وقتی بزرگ شدی میخوای چیکار بشی، میگفتی میخوام راننده کامیون بشم. راننده کامیون اشتباه میکنی مامان، لابد سینا بوده. باید هم یادت نیاد وقتی داشتی به اون خانم رسیدگی میکردی تو دلم خدا رو شکر کردم به یه همچین دختر بودم. قربونت برم من. سیناست. خب خودت جوابشو بده. اینطوری که بدتره، میفهمه. میخواه اصلا جواب ندیم؟ نه، اینطوری نگران میشه. وقت بلا فاصله به همه تون زنگ زن. بده خدا، بده. سلام عزیزم. چطوری خوبی؟ معلومه حسابی سرتون شلوغه. چطور؟ آخه خیلی دیر جواب دادین. آها، ما تو این بودن که چطور شده تو به من زنگ زدی؟
شرمنده. باور کنی این روزا انقدر درگیرم بعضی وقتا یادم میره نهار بخورم. شما خوبین؟ آره خوبم. کارتون خوب پیش میره؟ بله به دعای شما. از سارا چه خبر؟ سارا خوبه، یعنی ازش خبر دارم. خوبه. سرفه میکنی؟ چه؟ جور به مگه؟ نه خوب آخه. به جای این حساسیت های بی مورد بگو ببینم جریانت با اون خانم چی شد؟ من تماس گرفته بودم فقط صداتون رو بشنوم. هنوز جواب درست حسابی بهم ندادی. اون روزم که اومدم مرکز تفره رفتی. باور کنین الان زمان خوبی واسه این حرف نیست. بذارین یه فرصت دیگه. فعلا خداحافظ. خداحافظ عزیزم. خیلی زرنگین شما خانوم. تا اومد بفهمه چی به چی حرف عوض کردی ها. جانم تو فکر سینایی؟ نمیدونم بین اینا چی گذشت. اولش سینا خیلی مشتاق بود، الان یهو از این رو به اون رو شده. هرچی هم ازش میپرسن جواب درستی نمیده. نگران این چیزا نباش مامان گلم، حالت که بهتر بشه دوتایی میکشمش یک گوشی از زیر زبونش میکشم بیرون. کازم فکر کنم مهرابه است، رو لپتاپ فرید خارقی پیام داده، گفته یه تماس با حکیم آبا برای ترتیب بده. آماده باشیم ممکنه مهرابه رو پیدا کنیم. تا بجا استانبول بهت گفتم، میدونستم چقدر ناراحت میشی وقتی بفهمی چه وضعیت بدی دارم و تو رستوران ظرف میشورم. مطمئنم اگر میفهمیدی به هم میریختی و واسه همین جلوت فیلم بازی میکردم. که ای کاش این نبود. لیلی میدونم جونتو به خاطر من به خطر انداختی و داری همه تلاشت واسه من میکنی. باور کن من روحیه ندارم. مطمئنم نمیذارن از اینجا زنده بیام بیرون. خب صدای برادرتو شنیدی؟ باید باش حرف میزدم، نه اینکه صدای ضبط شدهش رو بشنوم. من جای تو بودم به جای غر زدن تشکر میکردم. تشکر؟ از کجا معلوم تا حالا زنده مونده باشه؟ شک داری زنده است؟ پس کارتو درست انجام بده تا اجازه بدم بازم صدای برادرتو بشنوی. قرار ما این نبود. قرار ما اون چیزی که من تعیین میکنم. حالی چون؟ کاری که ازت خواستم انجام دادی یا نه؟ چی شد پیداش کردی؟ آی پیش مال ایران نیست. امکان نداره. مطمئنم الان تو ایرانی. با تو هم. آره انجام دادم. اما نه دقیقا اون چیزی که تو خواستی. منظورت چیه؟ امروز دکتر کریمیان اومده بود مرکز و از نزدیک در جریان تست رو میمونه قرار بگیره. خب وقتی رفت تو جلسه منم رفتم سراغ لپتاپش، اطلاعاتش رو کشیدم بیرون. اطلاعاتی که از لپتاپش بیرون کشیدی رو برام بفرست. اگه به درد بخور باشه تو وضعیت برادرت خیلی تاثیر داره. تو به من قول دادی نزنی زیر قولت. راستی رابطت با سینا چطور پیش میره؟ خوبه. هر روز به یه بهونه ای از من خواستگاری میکنه، ولی من جوری رفتار میکنم که خیالش راحت نباشه. واسه چی؟ برای که اینجوری بیشتر تلاش میکنه تا نظر منو جلب کنه. خب پس با این حساب میتونه قانعش کنی که تو فاز انسانی هم حضور داشته باشی؟ فاز انسانی؟ مگه نگفتی فاز پیش بالینی داره؟ خوب پیش میره. خب قاعدتا اینطوری خیلی زود فاز بالین رو میتونن شروع کنن. آره خب لازمه. منظورم اینه که من اون موقع قراره چی کار کنم.
به وقتش بهت میگم. فعلا مطمئن شو که حتما توی اون فازم حضور داشته باشی. احتمالا داره از اینترنت ماهواره‌ای استفاده میکنه. آقا کاظم، جمله آخری که به خانم حکیم آقا گفت، انبع انسانی و اینا، این معنیشی نیستش که واسه اون موقع برنامه‌ای دارن؟ چرا؟ احتمالا قصد خرابکاری داشته باشن، اما اگه پیداش کنیم نمیذاریم کار رو اونجا برسه. که داریم اطلاف این آدم رو میتونیم اثباتی رو دستگیر کنیم، اما برای اون آدم اصلی باید کم صبر کنیم. شب خوش. حد دارم کسی که قرار بوده فرید خالقی ملاقاتش کنه و این کیف پول رو بهش بده کاراکانه. از کجا مطمئنی؟ راننده زهران زهرانو میکشه، بعد میره سراغ کمد لباسش. هیچ چیزی از اون کمد کم نشده، حتی موبایلش رو هم برنداشته. این نکته مدت‌ها ذهن ما رو مشغول کرد تا اینکه این کیف پول رو تو خونه فرید خالقی پیدا کردیم. متوجه شدیم که هدف از قرار کاراکال و زهران تحویل این کیف پول به کاراکال. قرارشون هم به این شکل بوده که تو استخ هم دیگر ببینن، زهران کلید کمد رو به کاراکال بده، کاراکال مستقیم بره سر کمد و از توی ساک زهران این کیف پول رو برداره. زمانی که ماجرا لو میره، راننده زهران رو به قتل میرسونه، خودش کیف پول رو برمیداره، به دست فرید خالقی میرسونه تا توی فرصت مناسب تحویل کاراکال بشه. از قرار معلوم، این قرار 4 روز دیگه است. حالا که فرید خالقی نمیتونه صحبت کنه، میخوای چیکار کنیم؟ نمیدونم، زمان زیادی هم نداریم. مسئله اون قرار یه طرف، هر لحظه ممکنه که اونا بفهمن چه اتفاقی واسه خالقی افتاده. تاها داره تمام تلاششو میکنه کسی متوجه غیبت فرید خالقی نشه. ترسم از اینه که مهرابه از چنگمون بپره. کاراکال که دیگه جای خود داره. توکل به خدا، فعلا که داری خوب پیش میره. خودت گزارش یوسف رو خوندی؟ بله، اون کار دیگه داره به آخرش نزدیک میشه. مراقب باشید اتفاقی واسه کسی نیفته. چشم. یعنی همه سفارش ها رو به موقع تحویل دادیم؟ همه رو فرستادم سر وقت. ماسکاشی؟ ماسکارم فرستادم اسریل، خیالتون راحت باشه. وقت سرویسکارم برای تعمیر چرخ اومد؟ زهره خانم جون، من زنگ زدم حالتون رو بپرسم، نمیخوام گزارش کار بدم که. ممنونم.
من همش نگرانم نکنه کار اونجا بخوابه. دست شما درد نکنه. ناراحت نشو، منو که میشناسی. دیگه به اونجا عادت کردم. الان چند روزی که اینجا هستم، تو نمیدونی چه حالیم. تقصیر خودتونه خانم، چقدر گفتم مواظب خودتون باشین. حالا از من که گذشت، شما مراقب خودتون باشین. کسی که اونجا مریض نشده؟ نه خانم، سالم، خیلی هم سالمه. یعنی چی؟ بس که حرف یه وقت باشون دعوا نکنی، سخت نگیری یا؟ همه سخت گیری زهر خانم جون. نه میگم یه وقت جب مدیریتی نگیرتت. من کی باشم بخوام به این بند خدا امرو نه کنم. اینه که دارم با جون و دل کار میکنم. من از گل نازکتر هیچی بهشون نمیگم. خب خدا رو شکر. به همه سلام برسون. سلامت باشین. من از حال خودتون با خبر کنین ها. میذاشین من حضوری بیام ملاقاتتون. نه نه لازم نیست. خدای من وقتی طرفو پیدا بشه. خدا نگهدار. خدا. اشرت خانم، شما اینجا چی کار میکنی؟ مگه من به شما نگفتم تا کارتون تموم نشد از اتاق نریم بیرون؟ هلی قربونت برم، مگه سیریو بردی؟ داشتم تو اتاق خفه میشدم، اومدم بیرون یکم هوا بخورم. خانم حالشون خوبه؟ بله خدا رو شکر خوبه. وای خدا رو شکر. چی شده خانم؟ هیچی، حالا خانم اونی پرسیدم خوبه خدا رو شد. خب شما بیاییم بیرون، بفرمایید سر کارتون. چشم بفرمایید، با شما هستم. چشم بفرمایید. خانما دقت کنی، من خانم فرهمن نیستم. اگر از کارتون بزنین میشتم اون خانم امیری که بد باشم. سراتون تو چرخ. با بابا صحبت کردی؟ چرا نمیخوای حرفاشو بشنوی؟ شاید اصلا قضیه اونطور که تو فکر میکنی نباشه. جواب آزمایش خون میمونا رو فرستادم. خیلی بد بحث عوض کردی. ولی باشه ایراد نداره. دکتر شمس نیومده؟ مگه خبر نداری؟ چی؟ کرونا گرفته. جدی میگی؟ نکنه اینجا مبتلا شده؟ نه غیر ممکنه. اینجا که سفت و سخت سپردیم رعایت کنن. باز میام بیشتر مراقبت کنم. پس بزنی زنگ بهش بزنم و احوالش رو بپرسم. سروش؟ اینجا بود؟ الو آقا کاظم، پیداش کردیم. طبق آخرین پیامی که بین فرید خالقی و اون مردی که باش در ارتباطه رد و بدل شده، قراره چهار روز دیگه توی این ورزشگاه هم دیگر رو ببینیم. فرید خالقی هم دو تا بلیت واسه اون روز خریده. مگه تو اون تاریخ اونجا برنامه ایه؟ آره از بچه های میز ورزش پرسیدم که قراره مسابقات بین‌المللی تنیس جام فجر اونجا برگزار بشه. تو این شرایط کرونایی؟ خب تو فضای باز برگزار میشه، پروتکل هم قراره رعایت بشه. کلی هم تماشاچی از کشورهای همسایه داریم اونجا. فقط یه مشکل داریم. خالقی به هوش اومده ولی شرایطش طوری نیست که بیارمش ورزشگاه. چیکار کنیم؟ تو ها عکس امادو بنداز، عکس فرید خالقی هم بذار کنارش. شبیه نیستن؟ چرا؟ بله با اماد تماس بگیریم، بگیم با اولین پرواز برگرده تهران. کسب و کارها در صورت امکان همچنان در بمانید. چقدر دلم واسه خالتینا و دایتینا تنگ شده. از وقتی کرونا اومده فقط تلفنی باشون حرف زدم. کاش میشد یه شام دعوتشون کنیم، همدیگر رو ببینیم. اقلا ثبت نام کردن کارشون رو از سر گرفتم. با همه سعید
شنیدی چی گفتم؟ آره نه ببخشید حواسم به اخبار کار نبود. چی گفتی؟ گفتم یه مهمونی بدیم حداقل تک و فامیلو ببینیم. مادر خطرناکه. بالاخره واسه خوردن میوه و شام که باید ماسکشون بردارن. خب میگیم فاصله رو رعایت کنن. ماسکشون هم در نیارن. نمیشه. واسه به قول شما شام نیومد؟ گفت خوابم میاد. خستم. چه میدونم؟ ببینم سعید، راسته که میگن تابستون که بیاد کرونا میره؟ چه ربطی دارم؟ آره راست میگی، ربطی نداره. دکتر جهانپور آمار جانباختگان کرونایی چیزی شده؟ نه 125 نفر فقط نگران پروژه مونم همین. مجموع پورتی های کووید من برم بخواه مادر، صبح باید برم ویروسشون هستی. فعلا شب بخواه. ترس مردم از بودن کرونا هم باعث شده برخی ها که بیماری غیر کرونایی شده ها. آفرین پسر خوب. چطوری خوشگله؟ چشمای تو که حسابی سالمه. آفرین پسر خوب. آقای دکتر همه چیز عالیه، خیالتون راحت. ممنون از زحمات شما، متشکرم. خدا شکر. بفرمایید. جناب دکتر فرحمن. خودم هستم، شما؟ من دکتر شیروانی هستم، رئیس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. میدونم بعد موقع مزاحمتون شدم، واقعیتش موضوع انقدر مهم بود که نتونستم تا صبح صبر کنم. چی شده مگه؟ تبریک میگم آقای دکتر، سطح هموگلوبین جی تو تمام میمونهایی که واکسنشون تزریق کردیم بالا رفته. مطمئنی شما؟ 100% آقای دکتر، الان توی بدن همشون چند برابر آنتی‌بادی وجود داره. آقای دکتر فرحمند، من حاضرم اولین نفری باشم که بهش واکسن تزریق میکنیم. سلام آقای دکتر، خواب بودین؟ من معمولا 12 شب خوابم. شرمنده واقعا، نمیتونستم تا فردا صبح صبر کنم.
جواب آزمایشگون میمونا رسید. آنتیبادی بالای تو بدنش تو تولید شده. جدی میگی؟ تبریک میگم. خدا رو شکر. خیلی خوشحالم کردی. مگه دیگه حالا خوابم میبره با این خبر خوبی که دادی؟ مزاحمتون نمیشم. شبتون بخیر. شب بخیر. خدا رو شکر. ببین الان عجله دارم بسر. بذار شاکر مادم هم صحبت. من از همه چی خبر دارم. از چی خبر داری؟ از اینکه با اون خانم قرار میذاری. چی میگی؟ بذار تو چی میگی؟ خول شدی؟ این کار کردنتون چیزی رو تغییر نمیده. فقط میخوام دلیلشو بدونم. همین. میشه بریم حالا حرف بزنیم؟ چطوری میتونستم بگم؟ مامان همیشه عاشق شما بوده، الان هم هست. اگه شرمنده این؟ فقط همینو داریم بگین؟ بابا من فکر میکردم که علاقه بین شما و مامان دو طرف هست. نمیدونستم که من همیشه عاشق مادرت بودم. پس چرا این کارو کردی؟ دست خودم نبود پسرم. من بازی دادم. یعنی چی بابا؟ کی بازیتون داده؟ قصهش مفصل. خب بگی منم بدونم. گفتنش واسم آسون نیست. به وقتش خودت متوجه میشی. بابا من فقط به این دلیل به مامان چیزی نگفتم که میخواستم همه چیزو از زبان خودتون بشنوم. الان هم نمیتونیم با این حرفای کلی از زیرش شونه خالی کنیم. من شونه خالی نمیکنم پسرم. فقط خراب کردم. بعد جوری هم خراب کردم بابا. فقط تو رو به جون مینو هیچی ازم نپرس. منظورتون چیه بابا؟ چیکار میخواییم بکنیم؟ من اشتباه کردم. اشتباه بزرگی هم کردم. میخوام اشتباهمو جبران کنم. فقط مراقب مادرت باش. چیزی شده؟ نه چیزی نشده. من دیرم شده باید آن باشم به همسر کار.
باشن. کجایی تو پسر؟ چرا انقدر دیر کردی؟ چطور؟ دیشب این همه بهت زنگ زدم بر نداشتی، پیغامارم لابد نخوندی. چرا؟ تبریک میگم. تبریک میگم چی؟ اصل ماجرا خودت بودی. با بابات صحبت کردی؟ جواب نمیدونم چی میگیرم. خیلی خوب، حالا فکرشو نکن. بچه های جشن کوچیک گرفتن، بیا بریم حالا هوا دوست شد. بچه ها گل کاشتی. مرمونه دارم دکتر، نزدیک نشیم. کرونا ببخشید. لعنت به این کرونا. خوبی؟ این چشه؟ طورش نیست، حالا میاد حالش خوب بشه. بریم. اتفاقی افتاده؟ متاسفم واسه پدر یه مشکل پیش اومده. دکتر کیوانی بهتون تبریک میگم. من مطمئن بودم که شما موفق میشید. خواهش میکنم. ممنون از شما. حضور شما خیلی موثر بود. سلام به همکاران گرامی. من به نوبه خودم از شما تشکر میکنم و آرزوی موفقیت دارم براتون. شما کار بزرگی انجام دادید، یه کار ملی به افتخار خودتون. تبریک میگم دکتر. ممنونم از تون. ببخش من یک چند یه لحظه عذر میخوام تا تو میرسم. سعید جان تو که هنوز گرفتی؟ از چشات هم معلومه که دیشب داری یه ساعت هم نخوابی، درسته؟ آره سلام، دو سه ساعت بیشتر نتونستم بخوابم. خب این فکر کردن مدام تو هیچی رو عوض نمی کنه. خب نمیتونم فکر نکنم مادرم، اگه اون بفهمه. من به حق میگم هر کی دیگه جای تو بود حتما کلافه میشد، ولی اینطوری تو فقط داری خودتو خراب میکنی، مغزت به هم میریزه. سلام.
بهتر این کارو نکنید. شما؟ شما بازداشت دایی کیوانی. شهلا کاشفیه. فریبم دادم، وانمود کرد خواهرش. هم رابطی که باش رفت آمد داری؟ زندگی منو نابود کردم. هیچ راهی جز انتقام بسن نزشتم. انتقام از اون زن؟ اون زن خودش مزد بگیره. هیچ راهی دیگه بسن نبود. انقدر عصبانی شده بودم که فقط میخواستم یک کاری انجام بدم. برای راه درستی انتخاب نکردی. سالن بغل. از کجا معلوم که کار خانم حکیم آقا باشه؟ شاید دکتر شانس از خونه گلش کرونا گرفته. سعید تو چرا متوجه نیستی؟ این خانم از اولش هم واسه خرابکاری اومده بود اینجا. از کجا انقدر مطمئنی؟ چجوری دیگه باید مطمئن شم اینجا را دفرست رو هوا؟ تو فقط نکته مهمی رو گفتی. اگه قرار به خرابکاری بود که میتونست کاری بکنه کل پروژه بره رو هوا. اگه یکم بهش فرصت بدیم این کارم میکنه. به نظرم داری زود قضاوت میکنی. اتفاقا برعکس. با این اتفاقی که افتاده دیگه هیچ شک و تردیدی ندارم. همه این ماجرایی که طلب پیش اومده ساختگی بوده. فقط واسه اینکه وارد اینجا بشه. اگه اینطوری که تو میگی این خانم انقدر خطرناکه، اصلا اجازه نمیدادم بیادش اینجا. ببین من کاری ندارم اونا چی فکر میکنن. من یه چیزی رو مطمئنم. این خانم دیگه نباید توی مجمع باشه. داری عجولانه تصمیم میگیری. خانم حکیم آوا، ببخشید یه لحظه. تو 5 دقیقه دیگه وسایلتون رو جمع کنید از مجمع برید بیرون. تو فرامان. چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ خودتون رو به اون راه نزنید. از اینجا برید بیرون. من نمیتونم جریان چیه، ولی مطمئنم که دچار سوء تفاهم شدید. سوء تفاهم؟ اینکه شما میخواییم پروژه رو نابود کنی سوء تفاهمه؟ من میخوام پروژه رو نابود کنم؟ دارید اشتباه میکنید. من اصلا همچین کاری نکردم. میدونید چی اذیتم میکنه؟ این که فکر میکنید هنوزم میتونید با بازیاتون من رو فریب بدین. نه دیگه این خبر نیست. دکتر فرهمن من کاری نکردم. میتونی همه چی از دکتر کریمیان بپرسید. لازم به این کارا نیست. همه چی واسه من روشنه. همه جون من رو بازی دادی. بهم لطمه زدی. به کارم، به اعتمادم، به احساسم. دیگه نمیخوام ببینم اتون. ولی دکتر من گفتم از اینجا برید بیرون.
اتفاقی هم که بخواد بیفته میخوام اینو بدونی که من نمیتونم تو بیان احساسم به هیچ کس دروغ بگم. هرچی که در مورد من احساس کردید این حقیقت بوده. همین. جون من رو بازی دادی، امنیت رو زدی، به کارم، به اعتمادم، به احساسم. دیگه نمیخوام ببینم تو. حواست هست هر لحظه به حالم، تو مثل کوه وایسادی کنار، تو که مرهم دردامی همیشه نباشی، حس آرامش ندارم. تو جنگیدی به عشق من شب و روز، تو فهمیدی که من تو استرابا، تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوابم. عاشق شدم پای خودم، آغوش تو امنه داده نفسای من رسیدی، نذاشتی که منو از تو بگیر، صدامو از ته قلبم شنیدی. عاشق شدم پای خودم، تو امنه برای